مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک در همین ارتباط همراه ما هستن. آقای محمدی، قانون مهسا خواستار تحریم خامنه ای و رئیسی هستش، ولی تحلیلگران میگن که بایدن تمایلی به اجرای این بخش از مصوبه نداره. چقدر با این تحلیل شما موافق هستین؟ من کاملا موافق هستم. این قانون مهسا نه تنها خامنه ای و رئیس جمهور رو، بلکه دفتر خامنه ای و مجموعه سازمان هایی که تحت ریاست جمهوری هستن اونها رو هم تحریم میکنه. این قانون با توجه به دامنه ای که داره و دفتر علی خامنه ای رو تحریم میکنه، در ذیل دفتر علی خامنه ای تقریبا شاید یک سوم اقتصاد ایران هست، یک امپراتوری بزرگ مالی است، بنیاد مستضعفان هست، ستاد اجرایی امام هست. مجموعه اینها اگر تحریم بشه، ضربه اقتصادی بزرگی به جمهوری اسلامی خواهد بود. دولت بایدن در طی 3-4 سال گذشته، بیش از 3 سال گذشته، تحریم های موجود رو هم اعمال نکرده، یا اگر تحریم هایی رو مطرح کردن، تحریم هایی تحت عنوان هوشمند که افراد رو تحریم کردن، افرادی که بسیاریشون کسب و کار چندان قابل توجهی در کشورهای غربی ندارن و حتی از رده های بالا هم نبودن، بسیارشون در حد سرداران معمولی سپاه بودن یا برخی از مقامات قضایی. همچنین خونسا کردن بسیار از تحریم ها رو با برداشتن پول های بلوکه شده. دولت بایدن هیچ عزمی برای اعمال تحریم ها نداره. از همین جهت این تحریم هایی که خواهد آمد تصویب شده و امضا هم آقای بایدن میکنه، ولی میتواند با ملاحظاتی اینها رو اجرا نکنه و به احتمال خیلی زیاد هم اجرا نخواهد شد. اما بعد از دولت بایدن اگر تغییر پیدا کنه به یک رئیس جمهور جمهوری خواه، خب به احتمال زیاد این امکان رو به رئیس جمهور بعدی میده که بیت خامنه ای رو، دفترش رو و دستگاه ریاست جمهوری رو تحریم کنن. آن موقع میتواند این قانون به شدت مؤثر واقع بشه. و در رابطه با حمایت از اوکراین، فکر میکنین که تصویب این 61 میلیارد دلار منجر به یک تغییر جدی در مسیر جنگ این کشور با روسیه بشه آقای محمدی؟ من تصور نمی کنم. جنگ روسیه و اوکراین که در فوریه سال 2022 شروع شد و امروز بیش از 2 سال هست که در جریان هست، بعد از ماهای اول به بنبست رسیده. الان بیشتر جنگ موشکی است، جنگ دریایی است و هیچ طرفی نتوانسته از پیشروی کنه. در سال گذشته دولت اوکراین تلاش کرد که پیشروی کنه، بخشی از مناطقی رو که روسیه در اختیار داره مثل دونباس اینها رو پس بگیره، اما چندان موفق نبودن. این بنبست همچنان ادامه پیدا میکنه. در اون دوره‌ای هم که این بنبست ایجاد شد، منابع دولت امریکا و منابع اروپایی به سوی اوکراین سرازیر بوده. تأثیری که این بودجه داره، این منابعی رو که دارن تصویب میکنن، هم دولت امریکا تصویب کرده و هم در اروپا منابعی که داره تصویب میشه، تنها نقشش، کارکردش اینه که از پیشروی بیشتر روسیه در خاک اوکراین جلوگیری میکنه. اما سرنوشت جنگ همچنان مبهم خواهد ماند. پیشروی هم به نظر نمیاد که دو طرف بتوانن پیشروی چندانی بکنن، چون دو طرف سنگرهای لازم، مینهای لازم رو کاشتند و خیلی دشوار هست که یک طرف بتواند غلبه پیدا کنه. بله، سپاس از شما مجید محمدی جامعه شناس که از نیویورک همراه ما بودید.